کشتی خدافزی کردین یا این که همچنان کشتی میدین؟ خدمت رو از کنم، خب من تو لیگ امسالم کشتی گرفتم، بعد از اونم خدمت آقای برزگرد مربی قدیم رفتم و با ایشون مشورت کردم و قرار شد که بازم کشتی بگیرم. حالا فعلا دارم تمرین میکنم تا ببینیم برای انتخابی امسال چه جوریه، خدا چه قسمت میده. انتخابی پارسال که واقعا آماده بودی آقای طلایی، یعنی تا کشتی آخر، حتی شما دو سال قبل در مسابقات لیگ که زیاد هم آماده نبودی، به هر حال لیگ دیگه، رقابت‌های تیم به تیم جنبه رسمی نداره، یکی دو تا شکست هم متحمل شدی، اما همون نفرات برنده و جوان‌تر رو در مسابقات انتخابی با اختلاف بیشتری تونستی ببری. در گام آخر هم مسابقه با مراد محمدی خیلی نزدیک بود. بله، با بالاخره آقای مراد هم کم جزو کشتی‌های با اخلاق هم خوب، خدا رو شکر مدالشون هم که گرفتن، پارسال هم تنها مدال آورده بودن. خب همین باعث شد که من بازم آقا مراد مدال گرفت، فهمیدم که بازم میتونم مطرح باشم، خود این انگیزه ای شد که باز امسال هم مدال بزنم. بهترین نتیجه رو مراد گرفت. بله دیگه، میگم بهترین نتیجه، تنها مدال پارسال ایشون گرفتن دیگه، روی همین حساب امسال باز بهتر از پارسال زحمت کشتم، حالا تا ببینیم قسمت چی میشه. حالا یه نکته جالبی که الان تصویربردار داخل استودیو اشاره کردین که محمد طلایی همیشه در ایران بهترین های ایران توی وزن محمد طلایی بودن، یه دوره علی اکبر دودانجه بود، اویس ملاح بود، بعد قهرمان جهان شده بودی، علیرضا دبیر از راه رسید، بعد مسعود جوکار بود، الان مراد محمدیه. این بخت و اقبال چی میشه اسمش رو گذاشت آقای طلایی؟ این جزو شانس خوبه دیگه که ما هر کدوممون بریم خدا رو شکر میدونیم که میتونیم مطرح باشیم، حداقل توی جهانی میتونیم افتخار بیاریم. خود همین که مثلا آقای جوکار دوم المپیک شدن، آقای مراد محمدی سوم شدن، آقای اویس ملاح، آقای دودانگی که پیشکسوت ما بودن، استادای ما بودن، خب من وقتی میدونستم میتونم از صد اینا یه موقع بالاخره یه سال ما یه سالشون رد میشه، هر کی رد میشه جزء بهترین های پنج هفته دنیا میتونه باشه، همون بهترین رویه بود برای ما تو مسابقات جهانی. هم تا کی قصد داری به کشتی گرفتن ادامه بدی؟ ولی بستگی داره، الان امسال هم کشتی بگیرم، توکل به خدا. آقای طلایی چند سالیه که پیشنهادات مربیگری هم به شما میدن؟ وقت محمد طلایی رسیده که با مایوی آبی، جوراب سفید که قسمتی از ساق پاشو پوشونده و اون رو متمایز میکنه، ولی حریفش از ازبکستان هست، ایگور اسلاموف، از اسم مشخصه که مسلمونه، کشتیگیرن اینا همه، بعضی از جمهوریهای شوروی سابق مستقلن کشتی گیرن و کشتی رو خوب میگیرن، یعنی آزادگیر هستن. طلایی زمنان در کشتی رو بسته سرشاخ میشه و ببینیم که چه وقت اراده میکنه، میکشه قوسکاری میکنه. اسلاموف 58 کیلو وزن قانونی اینها هست، من نمیدونم که چه وقت برای زیر خواهد رفت، تا اینجا که نرفته، ولی میدونه که چه وقت باید بره، یا سرسینش باید راست بشه یا قوس بکنه تا عادلشو به هم بزنه. آها، اون نشون داد که میخواد بره ولی نرفت. بسیار خوب باش بازی میکنه، حالا میگیره زیر یخم رو، وقتی بگیره دیگه ولکن نیست، اونو پا رو حالا مخالف میندازه، میتونه این کار رو بکنه، باید یا بکشه بالا درو بکنه یا بره به پشتش، ولی اون دست رو زیر کشش انداخته که از اون استفاده نکنه، ولی تقریب ولکنش نیست، داورم اینجا رها نمیکنه، همه یه سنگینی روی پای اسلاموف میفته که خطرناکه، میخواد رو کنه اون، ولی خب حالا سرسینش رو راست میکنه، میتونه دروش کنه یا بتابونه. بازم همینطور اسلاموف میفهمه که چه جوری هست. حالا این کشتی رو طلایی باید راحت تر از اینا ببره و همش با سرشاخ نگذره و گربه بازی و قوسکاری، و خب ما میگیم اینو، ولی راحت که نیست که، حریف نمیده این کارو. حالا بسخو میکنه، نگاه میکنه و آها ببینید، اینا تمام عکس العمل این هست که اون اگه خواست بره برای زیر، وسط را به هم برخورد بکنن، در یک لحظه هر دو تصمیم به اجرای یک کار داشتن. بسیار خوب، داور مراقبه و میگه که کار بکنن، پاهاشو طلایی دور نگر میداره و یک زاویه قائمه نسبت به بالاتنش به هر دو میگه کار بکنن و طلایی رو در خاک مینشونن، طلایی رو، و اسلاموف روش کار میکنه، باید دستشو ایشونهاش بیاد اونجا
دست رو میکنه توی المپیک، ولی در المپیک نبود، دیری خم رو حالا میگیره، حالا باید دروش بکنه راحت، بعد همینه دست رو مخالف بنداز تموم میشه. و الان بله با قلدری خاکش میکنه و مثل پیش انداختن از یه تیکه استفاده میکنه و او رو خاک میکنه و یه نمره میگیره. و اسلاموف دست ها رو ستون قرار میده روی زانو. 18 ثانیه به پایان این مسابقه وقت داریم. اگر هم یک نمره رو نگیره، باز طلایی با دو نمره که گرفته برنده این مسابقه شناخته میشه. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه و تمام تمام. دومین مدال طلا نصیب ایران میشه. یک طلا حاج کناری و یک طلا محمد طلایی. بعد از سالها تلاش میاد دست خادم و روی خادمو میبوسه مربیشو و میره به وسط. از استاد و زحماتی کشیده قدردانی میکنه. دست طلایی به عنوان کوچگیر پیروز بالا میره و دومین مدال طلا است که استحقاق سالهای متمادی رو محمد طلایی اینجا در برابر ایگور اسلاموف از ازبکستان به دست میاره. و استراحت میکنند برای مسابقه بعدی. خب این هم مسابقه قدیمی بود که تقدیم حضورتون کردیم. البته خیلی قدیمی نیست، سال 1997 که این تصویر در آرشیو برنامه کشتی ورزش کهن موجود بود و تقدیم حضورتون کردیم. آقای طلایی، قهرمانی جهان و کسب مدال طلا در این مسابقات معتبر چه لذتی داره؟ خب خدمت رو عرض کنم، بعد از مسابقه المپیک 96 بود، منم دستم از مدال خالی مونده بود. وقتی اومدیم خب اون موقع مدیریت عوض شد، آقای امیر خادم اولین سالشون بودن. خب من با ایشون قبلش هم اتاق بودم توی المپیک. از لحاظ باطنی و قلبی خیلی با هم رابطه نزدیک داشتیم و واقعا اینه یه برادر بزرگتر. اون سال منو حمایت کردن، همچنین آقای کیانوش اعتماد بادم، آقای محسن کاوه، همشون زحمتشون رو کشیدن و تیم ما هم واقعا مستن. شما الان در ابتدای دوران مربیگری قرار دارید، بسیار جوان هستید و سالهای سال ورزش ایران میتونه از تجارب ارزنده شما استفاده کنه. به اتفاق عباس فعال تهیه کننده این برنامه و کلیه همکارانم هم در پخش که زحمت کشیدن تا به اتفاق بتونیم برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم، تا برنامه